دهمین جشنواره فیلم‌های ایرانی امسال موزه فریر و سکلر با نمایش 5 فیلم از کارگردانان با سابقه و تازه کار در واشنگتن با استقبال دوستداران هنر سینما روبرو شد. این جشنواره که پیشتر در شهرهای بوستون، لس آنجلس و هیوستون برگزار شده بود از تاریخ 16 تا 18 مارس در شیکاگو و 31 مارس تا 6 آوریل در شهر سیاتل نیز به نمایش گذاشته خواهد شد. به گزارش کوتاهی از جشنواره امسال فیلم‌های ایرانی در واشنگتن توجه فرمایید. گالری فریر و سکلر امسال دهمین جشنواره فیلم‌های ایرانی را در حالی برگزار کرد که شاهد رکودی در عرضه فیلم‌های فستیوالی از طرف فیلمسازان ایرانی هستیم که شاید بتوان دلیل آن را عدم نوآوری و تکرار سوژه‌های چندین سال اخیر دانست که دیگر جذابیت سابق خود را برای دوستداران خارجی هنر سینما از دست داده است. درخشان‌ترین فیلم در میان مجموعه فیلم‌های ارائه شده امسال زن زیادی آخرین فیلم تحمیلی میلانی بود که چون دیگر آثارش کند و کاوی آگاهانه بود در ارتباط با فرهنگ و روابط اجتماعی جامعه ایرانی. بابا این تشکیل خانواده بدیم کجا بپسرش داشت؟ فرهنگی که در آن زن احساسات و عواطفش به بازی گرفته می شود، فرهنگی که حقوق اجتماعی زنان را به هیچ می‌گیرد و ناتوان از پاسخگویی به معضلات نیمی از مردم جامعه، آنان را در برزخی قرار می‌دهد که نه راه پس دارند و نه راه پیش. در جشنواره امسال فیلم‌های ایرانی در واشنگتن، نوآوری تنی چند از ایرانیان و ایرانی تبارهای آمریکایی در نمایشی از یک فیلم نیم ساعته کارتونی چشمگیر بود. فیلم بابک و دوستان اولین تجربه داستین آلیس، کارگردان جوان ایرانی تبار است که هدفش شناساندن فرهنگ ایران زمین به کودکان ایرانی مهاجر است که ارتباطی گسسته با آن دارند. فیلم درباره کودکی است که در خارج از ایران بزرگ شده و خود را با فرهنگ میزبان غریبه احساس می کند تا اینکه بستگانش در ایام نوروز از ایران می آیند و او را با مراسم این عید باستانی آشنا می کنند. شبنم رضایی یکی از تهیه کنندگان این کارتون درباره اهداف گروه می گوید به فکرش رسیدی که می تونه از طریق فیلم فرهنگ ایرانی ها رو یکم روشن‌تر بکنه، هم برای کسایی که ایرانی هستن و خارج از ایران هستن و هم برای آمریکایی‌ها و خارجی‌هایی که راجب فرهنگ ایرانی زیاد چیزی بلد نیستن. صدای شهره آقداشلو، هنرپیشه معروف ایرانی و کاندیدای جایزه اسکار و پرویز صیاد، هنرمند با سابقه، اعتبار خاصی به این کارتون بخشیده است. آقای پرویز صیاد از نظر داستان به ما خیلی کمک کرد و خانم شهره آقداشلو هم همینطور. ماهی و آب نشون دهنده زندگی هن. حالا باید 7 چیزای مختلف سر میز بذاریم که با حرف سین شروع میشن. میدونی اونا چی هن؟ سیب، سیر، پول. وقتی داستان ما رو بشنوه اون وقت با سنت های قدیمی مملکت خودش آشنا میشه. تلاش بابک و دوستان برداشتن گامی است هرچند کوچک برای ارتباط نسلی از مهاجران با فرهنگ و زبان مادری خیش. این نسل را دریابیم. دوران خیلی قدیم و